با سلام به بینندگان عزیزمون، امیر سهیل کاظمی هستم، فیزیوتراپیست در کلینیک درمانی ایپکس در شهر هوستون با 4 شعبه در خدمت شما. برنامه امروز ما در مورد یک مشکل خاصی هست به نام پیرفورمنس سندروم، که پیرفورمنس سندروم خیلی اوقات ممکنه که اشتباه بشه با مشکل دیسک. به این دلیل که پیرفورمنس سندروم در حقیقت یک عضله هست اینجا به نام عضله پیرفورمنس که شبیه اتفاقا شباهتش هم شبیه گلابی میمونه و کلا این عصب سیاتیک از زیر این عضله پیرفورمنس که اینجا هستش رد میشه و بعضی وقت اگر که این پیرفورمنس ضعیف بشه یا اینکه توی اسپاس بره ممکنه که رو عصب سیاتیک فشار بذاره و بعد درد بزنه به پا و بعد ممکنه که گاهی اوقات اشتباه بشه و فکر کنن که خدای نکرده مشکل از کمر یا دیسک کمر هستش. و ما زمانی که ارزیابی مکانیکی انجام میدیم میتونیم که به این نتیجه برسیم که آیا مشکل از واقعا لگن هستش یا از کمر. البته بعضی اوقات اتفاق میفته که از هر دو ناحیه مشکل هست، بعضی اوقات اتفاق میفته که مریض برای مشکل کمر به مراجعه میکنه ولی بعد که ما یه مقدار ارزیابی میکنیم میبینیم که خود متاسفانه مشکل از ناحیه لگن هستش. و به هر حال با یه ورزش‌های هدفمند ما میتونیم که این مشکل رو برطرف بکنیم. خیلی وقتها این مشکل پرفورمنس حتی ممکنه که باعث بشه که لگن یه ذره ناثابت باشه، به طوری که حتی یکی از لگن‌ها مثلا بچرخه یا به بالا بره که در حقیقت این توازن به هم بخوره. به هر حال معمولا این دورش حدود 4 تا 6 هفته است اگر که این مشکل باشه و ما میتونیم اینو نسبتاً سریع برطرف بکنیم. امیدوارم که این ویدیو به شما این مقدار کمک کرده باشه. همیشه یادتون باشه که هیچ چیزی جای ارزیابی کامل و دقیق رو نمیگیره و این بیشتر به خاطر یک اطلاعات خیلی عمده ای است که به عزیزانمون برسونیم. با امید دیدار و پیروزیتون من در خدمت شما هستم. میتونید با ما تماس بگیرید از طریق وبسایتمون یا از طریق ایمیل که روی صفحه هستش و به امید دیدار.